درود بر شما عزیزان، امروز هم یک لوگوی خیلی ساده میخوام با هم طراحی بکنیم با آبجکت های ساده نرم افزار ایلوستریتور. از الیپس شروع میکنم. میخوام یک فیل طراحی بکنیم. من یه دونه الیپس به این صورت میکشم، فیلش رو نان میکنم و میخوام به صورت استروک باشه. استروکش رو اینجا روی 3 قرار میدم، البته خب روی 5م خوبه. خب اینو میام وسط آرت بوردم قرار میدم، آلت رو پایین نگه میدارم، یه دونه کپی میگیرم و این رو اینجا، این به عنوان گوش فیل میخوام باشه این قسمت. حالا یه سری ادیت ها هم داره. یه دونه دیگه دوباره کپی میگیرم، سایزش رو کوچیک میکنم، البته به صورت بیزی شکل میخوام باشه که پای فیل قرار میگیره اینجا این قسمت. خب یه دونه دیگه دوباره از دایره بزرگی من کپی میگیرم، اینو این بار اینجا قرار میدم، یک مقدار اینو میارم سمت راست، اینو هم میام اینجا قرار میدم. خب حالا همه رو با هم انتخاب میکنم و استروکش رو روی همون 4 قرار میدم، یک مقدار اینو میارمش جلوتر. خب با همین چند تا دایره ما یک فیل میخوایم طراحی بکنیم. خب همه رو با هم انتخاب میکنم، دو قسمت ابزارها میام شیپ بیلدر رو انتخاب میکنم، آلت و پایین نگه میدارم، این قسمت ها رو حذف میکنم، اینجاها رو هم حذف میکنم، این قسمت داخلی رو آلت و دیگه رها میکنم، میخوام اینجا با اون یکی بشه، آلت و باز پایین نگه میدارم، اینجا حذف و داخل این پا رو هم حذف میکنم و الان فیلم ما تشکیل شده، فقط یه سری ادیت ها نیازه. ادیتش اینه که من بیام توسط انکر پوینت اینجا رو یک مقدار کشیده ترش بکنم، یعنی این یکی رو بکشم، این یکی رو بکشم بیارمش داخل و این قسمت رو هم حذف کنم. ببین شما لوگویی رو که طراحی میکنید حتما ادیتش رو باید انجام بدین تا اون لوگویی رو که میخواین به دست بیارین. الان این قسمت اینجا رو هم میام، چون با شیپ بیلدر کار کردیم یه سری نقاط اضافی هم بهمون داده. حالا این قسمت رو باز دوباره میتونم بیام از اد انکر پوینت بکشم، انکر پوینت رو به این صورت بکشم و این رو بچرخونم و این رو اینجا قرار بدم. وقتی که حالا یه سری اضافی ها رو من میکشم بعد متوجهش میشین، این رو اینجا قرار میدنم میدم، یه دونه کپی دیگه و اینو به این صورت میچرخونم و این رو اینجا دیگه خودمون بهش اضاف میکنیم. یه کوچولو دیگه بچرخونم، این رو اینجا قرار میدم. حالا این تیکه های اضافی رو با قیچی میبریمش، میایم اینجا سیزر رو انتخاب میکنم، این تیکه هست و باز این تیکه رو هم توسط سیزر این تیکه رو هست میکنیم. من میخوام این شکلی باشه. البته خب این قسمت رو باید یه کوچولو بیاریمش پایین تر، بعد این رو یک مقدار زومش کنیم بهتره، اینو یک مقدار پایین تر. خب خوبه، باز حالا اینا رو با هم یکی میکنیم این قسمت ها درست میشه. خب یه دونه چشمش میذاریم، الیپس رو انتخاب میکنم، شیفت و سی رو میزنم و چشم فیلم که ریز اینجا قرار میگیره. یک مقدار این نیاز به چیدن داره، اینا هست. خب خوبه، حالا همه رو انتخاب میکنم به جز چشمش، میام روی عدد 10 قرار میدم، سایزش رو فکر میکنم روی 15 خوبه، به این شکل. خب حالا همه رو باز به جز چشمش انتخاب میکنیم. اگر بخوام، یعنی کامل باید طرحتون تموم شده باشه که بعد حالا از حالت استروک خارجش میکنیم، همه رو انتخاب میکنم، میام تو قسمت آبجکت، البته به جز چشمش. حالا چجوری من چشمش رو ازش جدا کردم؟ همه رو که انتخاب میکنین، چون چشمه به صورت فیله، به صورت استروک نیست، شیفت رو نگه میدارم روی چشم کلیک میکنم، از بقیه جدا میشه. حالا میام تو قسمت آبجکت، پد و اوتلاین استروک رو میزنم، برای اینکه لایه های همه یکی باشه تو قسمت ابزارها میایم رو قسمت پد فایندر و گزینه اول یونیت رو میزنم، کلا لایه ها با هم یکی میشه. الان حالا این قسمت رو ما میتونیم ادیتش بکنیم، این تیکه های اضافی رو من میام پاک میکنم. خب این اضافی ها که پاک بشه، شیفت و سی رو که بزنم، اینجا این حالت منحنی طور اینجاها رو میتونیم درست کنیم و اگر بخوایم یه سری جاها رو منحنی کنیم از دایرکت سلکشن تول میتونیم استفاده کنیم. مثلا اگه بخوایم اینجاها منحنی بشه، ولی خب من نمیخوام منحنی باشه چون شکل ماهی میشه و سادهش میذارم باشه. ببینید حالا یه دونه بک‌گراند بهش میکشم و رنگ بک‌گراند رو یک آبی میخوام بدم، بیام عدد میذارم مثلا 80، اینو میزنم 40، یه دونه یک کوچولو هم
رنگ زردم بهش میدیم. خب اینو تو بک قرار میدم، کنترل تو رو میزنم. حالا جو همه رو با هم انتخاب میکنم و میام رنگ سفید بهش میدم، سایزش هم که مقدار کوچیک‌تر. البته این تیکه رو شما میتونید حذف کنید، یعنی من میام، یعنی این قسمت میخواین از این جدا باشه، این کارم میتونید انجام بدید. من میام شیفت رو نگه میدارم، یک کلیک اینجا و یک کلیک اینجا، یک مقدار زوم و اینجا رو میخوام یک حذفش بکنم، یعنی همه رو با این انتخاب شیپ بیلر آلت رو نگه میدارم، این تیکش رو اینجا میخوام حذف بشه. این کار رو هم میتونید انجام بدید. چشمش رو اینجا میذارم، همه رو با هم انتخاب این بالا قرار میدم و یه تکس هم بهش اضافه میکنم.